سفر دونالد ترامپ به اروپا، دیدارهایش در ناتو و نهایتاً آمدنش به بریتانیا به نظر بسیاری پرحاشیه ترین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به اروپا بود. همینطور بست قدرت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه چه کشوری در همسایگی ایران خواهد ساخت؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دوی آخر هفته. ترامپ با توپ پر به اروپا آمده. در اجلاس ناتو با ینس استولتنبرگ دبیر کل 1-2 کرد. به آنگلا مرکل بر سر خط لوله گاز گفت آلمان اسیر روسیه است و باید حق بیشتری به ناتو بپردازد. بعد هم گفت سفر به اروپا و بریتانیا سخت‌تر از مذاکره با ولادیمیر پوتین است. کار را به جایی رساند که دونالد توسک رئیس شورای اروپا به او یادآوری کرد اروپا مهمترین شریک اوست در شرایطی که دوستان زیادی هم ندارد. آقای ترامپ در مورد اروپا مثل چین و بسیاری کشورهای دیگر معتقد است که آمریکا در معامله ضرر داده. همه اینها برای بریتانیا معنای فراتر دارد. طرفداران برگزیت می گفتند که خارج از اتحادیه اروپا بریتانیا با فراغ بال می تواند روابط اقتصادی خود را با کشورهای دیگر به خصوص آمریکا تحکیم کند. حالا به نظر می رسد چشمانداز این همکاری ها چندان روشن نیست. در آستانه سفر دونالد ترامپ به لندن او گفته شرایط بریتانیا متلاطم است. شاید اشارهش به تظاهراتی باشد که علیه او برنامه ریزی شده یا اختلافات در دولت بریتانیا بر سر خروج از اتحادیه اروپا که چنان بالا گرفته که بسیاری از چهره های اصلی طرفدار خروج از کابینه استعفا کردند. آقای ترامپ در این سفر به دنبال چیست و بریتانیا از او چه می‌خواهد؟ اینها را با مهمانان این برنامه در میان می‌گذاریم. یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماست. سارا بازوبندی، کارشناس مدیریت و ارزیابی ریسک اقتصادی از هامبورگ، و اینجا در استودیو شهریار رادپور، کارشناس مسائل بریتانیا. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. من اول میخوام از خانم بازوبندی بپرسم. خانم بازوبندی، بریتانیا چه میخواد از آمریکا در شرایط اقتصادی که الان درش هست؟ بریتانیا در جریان یک مذاکرات بسیار طولانی در چارچوب روابط تجاری با آمریکا همواره بوده. اون چیزی که ازش به تی تیپ یاد میکنن یا مثلا تفاهم نامه تجاری اتلانتیک، ترجمهش اگر بکنیم از انگلیسی به همچه معنی میده. سالیان سالی که دارن این قضیه رو با آمریکایی ها سعی میکنن باهاش در موردش به تفاهم برسن که بتونن یه بخشی از مالیات های تجاری رو از روی صادرات و مثلا کالاها و خدماتی که جابجا میشن از دو طرف اقیانوس آتلانتیک حذف بکنن برای و تسهیل ببخشن این روابط تجاری رو. ولی به نقطه خیلی روشن و امیدوارکننده این مذاکرات در طی این نزدیک تقریبا به یک دهه نرسیده و یکی از چیزایی که همونجا که شما هم اشاره کردین امیدهایی که طرفداران برگزیت میدادن این بود که ما الان وقتی از اتحادیه اروپا بیایم بیرون دستمون بازتر هست که بتونیم یک سری مذاکرات رو با آمریکا انجام بدیم، به خاطر اینکه زمانی که عضو اتحادیه اروپا بودیم تعهدات ما به نسبت به اتحادیه اروپا اجازه نمیداد که ما شاید یک سری بخش‌هایی از این مذاکره رو یه جاهایی رو از اگر لازمه بیشتر کوتاه بیاین. و اما من فکر می‌کنم با این جنگ تجاری که ترامپ الان ایجاد کرده، شروع کرده با چین و حتی با اتحادیه اروپا و با شرکای خیلی قدیمی ترش، بریتانیا الان اولویت مهمی برای آمریکا نیست صحیح. که بخواد این تفاهم‌نامه رو به نتیجه برسونه. بسیار خوب. آقای رادپور، میدونیم که خانم می اینجا بخش قابل توجهی از کابینش رو مجبور شد تغییر بده به خاطر استعفاهایی که پی در پی انجام شد سر اختلاف نظر در مورد شیوه خروج. اینکه الان خانم می دنبال شیوهی هست که بهش میگن شیوه نرم. آیا این شیوه نرم به بریتانیا این فراغ بال لازم رو میده که بتونه با یک شریک تجاری مثل آمریکا بیاد و یک تنه مذاکره بکنه، یا نه هنوز بسته است به اروپا به نوعی؟ این شیوه نرمی که شما بهش اشاره میکنید هنوز کاملا منتشر نشده، ولی رؤوسش تا اون حدی که
منتشر شده پاسخش این است که خیر، یعنی آنچه را که دولت خانم می فعلا داره پیشنهاد میکنه نوعی مشارکت در اتحادیه گمرکی اروپا است و همچنین درباره نبود، یعنی برداشتن مرزها، چون میدونید بریتانیا بعد از خروجش از اتحادیه اروپا یک مرز زمینی خواهد داشت با این اتحادیه، اون هم در ایرلند، در جزیره ایرلند، بین جمهوری ایرلند و استان ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا است. در نتیجه یک نکته نامعلوم دیگه هم این استش که اصلا اتحادیه اروپا این پیشنهاد رو بپذیره یا نپذیره، چون تا اونجایی که فعلا اظهار نظر کردند، اگر بخوام از اصطلاح معروف ایرانی استفاده کنم زبان فارسی، این است که میگوید که انگلیس هم خر میخواد هم خرما رو، و این رو نمیتونن قبول کنن. یعنی اتحادیه اروپا در زمینه بازار مشترکش و اتحادیه گمرکیش یک اصولی داره که 27 کشور دیگر حاضر نیستن از اون بگذرند. در نتیجه خانم می فعلا اگر هم این طرح پذیرفته بشه، اون آزادی کاملی رو که 2 سال پیش طرفداران برگزیت به مردم این کشور قول میدادن نخواهد داشت که هر جا میخواد بره این ور اون ور دنیا و مذاکره مستقل بکنه. و حالا اگه بخواد با آمریکا یک مذاکراتی داشته باشه و یک چیزهایی رو روی میز بگذاره از آقای ترامپ بخواد، دقیقاً اونها چی هست؟ روشن هست که خانم می در این مرحله، چون ظاهراً خیلی امید بسته به این مذاکراتی که در راه هست، چی خواهد خواست از آقای ترامپ؟ ببینید، اگر شما به طور کلی، اولا در تمام این 40 اندی سالی هم که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا بوده، بازرگانی بین ایالات متحده آمریکا و بریتانیا وجود داشته، مسئله ای نبوده. فقط موضوع این استش که مستقلا و بدون توافق با بروکسل بتونه این کارو بکنه. ببینید، به اقتصاد بریتانیا اگر شما توجه کنید، در حال حاضر بریتانیا صنایع چندانی نداره که بخواد در بازار صنایع سنگین عرضه اندام کنه. موفقیت بزرگ اقتصادی بریتانیا در امر خدمات، خدمات مالی، خدمات بیمه، خدمات بانکی و از این قبیل. این هم این روابط طولانی بین بازار لندن و بازار نیویورک مدت ها و دهه هاست که وجود داشته. من در حقیقت نمیدونم که خانم می یا طرفداران برگزیت به طور کلی از این آزادی عملی که در انتظارش هستن چه میخواهند واقعا معلوم نیست. و خانم میزان، نظر شما در مورد اونچه که ترامپ از بریتانیا میخواد چی هست؟ چون به نظر میاد که آقای ترامپ با کل اروپا وارد دست کم یک زد و خورد لفظی شده. صحبت‌هایی که او ظرف 1-2 روز گذشته در اروپا کرده، در خود آمریکا با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده. درسته. در ادامه صحبت آقای رادپوز باید اضافه کنم که خانم می این طرح جدیدش استثناء بر خدمات مالیه که میخواد با این استثناء اون وقت روابط مالی با ایالات متحده رو بیشتر، که دقیقا این اون بخشیه که اتحادیه اروپا میگه نمیتونید انتخاب کنید، هم اینو بخواید هم اونو بخواید، هم یه جاهایی که به نفعتون نیست نباشید. آقای ترامپ فقط مسئلهش این نیست که مدافع برگزیته، میخواد اروپا رو به کشورهای تک تک تبدیل کنه و بعد با همه اینها وارد مذاکره بشه. با کل اتحادیه اروپا مخالفه و با کل ناتو. مشکلی که هست اینه که اگر کسی درک تاریخی داشته باشه، میدونه هر دوی اینها پدیده هایی هستند که رئیس جمهورهای ایالات متحده دقیقاً برای جلوگیری از جنگ جدیدی در اروپا پاش رفتن. بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم که خرج سنگین نظامی و مالی برای ایالات متحده داشت، ایالات متحده مدافع قاطع اتحادیه اروپا و ناتو بود و طبیعی بود در این معاملات قبول داشت بعضی کشورها کمتر به همکاری کنن یا پول بدن، در حالی که و علت داشت. این رئیس جمهورها میدونستند حفظ موقعیت ایالات متحده به عنوان ابرقدرت جهانی احتیاج داره به اینکه اتحادیه اروپا و ناتو
کارهاش رو اگه بخواید در اروپا انجام بدن. آقای ترامپ با هر دو اینا مخالفه، میخواد مثلا روابط یکی به یکی با فرانسه داشته باشه، با آلمان داشته باشه. خطری که دنیا رو در این رابطه تهدید میکنه اینه که ما در اروپای شرقی مخصوصا، حالا روسیه که مافیاهای خاص خودشو داره، ولی در اروپای شرقی و کشورهایی که درون اتحادیه اروپا هستن، شاهد رشد جریان‌های خطرناک راست هستیم که اتفاقا آقای ترامپ با اینها مشکلی نداره. در نتیجه اگرچه خطر جنگ در اروپا بلافاصله وجود نداره، ولی تصور اینی که کاری برای اتحادیه اروپا دیگه باقی نمونده، ناتو دیگه لازم نیست چون اتحاد جماهیر شوروی بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم دیگه در قدرت نیست، تصوری کاملا اشتباهه. صحیح. آقای ترامپ همچنین از همونطور که میدونید از وزرایی که خانم از دولت خانم می جدا شدن دفاع کرده، از جانسون شخصا دفاع کرده و اینها هم کسایی هستند که در سطح اروپا اگر بخواید در انتهای راست جناح‌های سیاسی قرار دارن. و خانم بازوبندی، خانم میزا اشاره کردم به درستی که آقای ترامپ آمده و در مورد ناتو یک نظرات نسبتاً رادیکالی مطرح کرده. از لحظه اول که وارد اجلاس شده خیلی تند به همه تاخت که شما سهمتونه نمیدین، آمریکا نمیتونه جور شما رو تا ابد بکشه. چقدر واقعا کشورهای اروپایی آمادگی دارن اونچه که آمریکا ازشون میخواد در این مرحله رو انجام بدن، اینکه بودجه های دفاعی رو دست کم تا 2% در واقع درآمد ملیشون برسونن؟ چقدر این شدنی هست براشون؟ ببینید، شدنی بودنش از لحاظ اقتصادی یه بحثه و اولویت بودنش برای این سیاستمدارای اون کشورهای بحث دیگه است. ممکنه که از نظر مالی به هر حال الان اقتصاد اروپا از اون بحران شدید که مثلا سال 2008 شروع شد و همه دنیا رو گرفت و اروپا هم بالاخره دامنگیر شد و کشورهای مثلا ایتالیا، اسپانیا، یونان خیلی تا مرز فروپاشی اقتصادی واقعا بعضیاشون پیش رفتن به خاطر اون مشکلات، از این مشکلات در اومدن خیلی از این کشورها و شاید از لحاظ اقتصادی براشون خیلی هم هدف غیر قابل دسترسی نباشه. اما این نوع گفتار و این لحن سیاسی و این موضع‌گیری سیاسی که دولت آمریکا به خصوص ترامپ به شخصه در مورد همه دنیا و در این مورد به خصوص در مورد اروپا در پیش گرفته، اصولا جایی رو برای همراهی و همدلی رهبران اروپایی باقی نذاشته. یعنی انقدر رهبران اروپایی الان در حال حاضر عصبانی و خسته شدن از این رفتارها که اولویت براشون نیست. یعنی این رو براشون اهمیتی نداره که حالا از لحاظ اقتصادی خودشون رو تحت فشار بذارن که بتونن اون اهداف اقتصادی، اون تعهدات مالیشون رو به ناتو به انجام برسونن. و من فکر میکنم اروپا امیدش این هست که به هر حال اگر که یه مقداری عکس العمل‌های تند و قاطعانه به آمریکا نشون بده، آمریکا عقب نشینی کنه از این محوازه و اجازه نده اروپا به آمریکا اجازه نده که بیشتر از اون حدی که الان قدرت تصمیم گیری برای مثلا اتحادیه اروپا نداشته باشه و پاش رو به قول معروف از گلیم خودش فراتر نگذاره. خانم میرزا، یه مسئله که اتحادیه اروپا با آمریکا الان داره مسئله برجام هست و همین یکی دو روز هم باز راجبش صحبت شده. فکر میکنید که آقای ترامپ چقدر الان دستش پر هست که در این رابطه اروپا رو با خودش همراه بکنه؟ توی این مذاکرات اخیر چقدر اروپایی ها به او در واقع روی خوش نشون دادن سر قضیه برجام؟ خانم میزر از شما پرسیدم. من فکر میکنم اگر شانسی داشت با تعریف هایی که راجع به کالاهای ورودی اروپایی گذاشته، با این صحبت هایی که مثلا متهم کردن آلمان به اینکه وابسته است به گاز روسیه در حالی که از 70% که گفت نیست 50%، نکات دیگه، همه چیزهایی که اشاره کردی، روابط الان آنچنان بده که حتی اگه بخواید آقای ترامپ وارد این بحث نمی‌شد، فکر می‌کنم اتحادیه اروپا
محکم وای میستاد بر این که نشون بده استقلالی داره. اینجا جاییست که میتونه اگه بخوای استقلالی نشون بده. تصادفی نیست که بانک سرمایه گذاری اروپا این هفته تصمیم گرفته که به اصطلاح برخی روابط اقتصادی با ایران رو تسهیل کنه. مشکل اینجاست که تصمیم رهبران دولت‌های اتحادیه اروپا الزاماً تصمیم رؤسای شرکت‌های چند ملیتی نیست. درست. چون اون شرکت‌ها حتی اگه اروپایی باشن باید حساب بکنند که منافع دراز مدتشون مخصوصاً در معامله‌های بعدی با ایالات متحده به کجا خواهد کشید. و می‌بینیم ایرباس نمونه مشخصی ازش، شرکت‌های دیگه هم همینطور. مسئله اینه که آیا این بانک سرمایه گذاری اروپایی و دولت‌های اروپایی انقدر در موقعیت قرار بگیرند که به این شرکت‌ها بگن نگران نباشید، اگر استثناء در رابطه با معامله با ایران و معامله کالایی بانکی هرچی پیش بیاد، اگر جریمه بود ما تضمین میکنیم اون جریمه رو. صحیح. اگر دولت‌های اروپایی این رو بگن ما شامل یک دید جدیدی میشیم، اگر نه در حد سیاسی میمونه تا در حد اقتصادی. آقای رادپور، بر کسی پوشیده نیست که آقای ترامپ و آقای بوریس جانسون وزیر خارجه پیشین که همین هفته استعفا کرد روابط خوبی با هم داشتن. خود آقای ترامپ گفته من ازش خیلی خوشم میومد و صحبت این هست که بیاد و بره به دیدن او، در حالی که رسم نیست معمولا وزیر خارجه ای که سر کار نیست و معمولا رئیس جمهور کشوری که میاد نمیره بازدید بکنه. اما میخوام در مورد تغییرات سیاست خارجه بعد از آقای جانسون از شما بپرسم. در بریتانیا، آیا ما میدونیم که به هر حال بریتانیا، آلمان و فرانسه پشت برجام ایستادن، آقای جانسون در این باره در پارلمان سخنرانی کرد، اما آقای هانت چه خواهد کرد؟ آیا تغییر عمده ای شما میبینید در سیاست خارجه کسی مثل جرمین هانت نسبت به آقای جانسون در قبال کشوری مثل ایران؟ گمان نمی کنم تغییر مشهودی ما ببینیم، بر این دلیل که طرفداری از اونچه که توافق هسته‌ای با ایران هست از طرف خانم می نخست وزیر اعلام شده، همچنین از طرف دیگر رهبران اروپایی. در نتیجه وزرا اونقدر صاحب نفوذ نیستن که بخوان تغییر بندازن. خود وزیر جدید امور خارجه هم سالها وزیر بهداشت بوده و اونقدر در امور بین‌الملل دخالت نکردن، چون من تصور نمی‌کنم که ما شاهد یک اعلام سیاست جدید از طرف لندن باشیم درباره توافق هسته‌ای با ایران. ولی به هر حال همونطور که اشاره کردن برای اروپایی‌ها مشکل هست. الان صحبت از این هستش که کلیه داد و ستدها و سرمایه گذاری‌ها با ایران بر اساس یورو انجام بشه و دلار رو حذف کنن. خب این خیلی آسونه گفتنش، ولی عملش مشکله. هنوز که هنوز نفت در تمام دنیا به دلار معامله میشه و خیلی دیگر از معاملات دیگر، و در نتیجه باید دید که آیا در همین کنفرانس اخیر سران ناتو اروپایی ها قادر خواهند بود تا حدی در سیاست آمریکا تأثیر بگذارن، تعدیلش کنن. اما از طرف آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا شنیدیم که گفته از شاید آمریکا امتیازاتی یا تسهیلاتی برای بعضی از وارد کنندگان اروپایی نفت از ایران قائل بشه. اینا خودش علائم کوچکیه که به خودی خود معنی نداره، ولی اگر تمام اتحادیه اروپا بالاخص کشور امضا کننده پیمان با ایران یعنی آلمان، بریتانیا، فرانسه پافشاری کنند. دقیقاً این پافشاری تا کجاست؟ بحث این هستش که بریتانیا به خصوص در مورد بریتانیا اینجا صحبت می‌کنیم، چون می‌دونیم آلمان و فرانسه روابط تجاری گسترده‌ای با ایران دارن. فرانسه به خصوص کاملاً روشن است، بسیاری از شرکت‌های فرانسوی در ایران من. چه شرکت‌های نفتی چه خودروسازی کار گرفته بودن، الان یک به یک دارن میگن ما بیرون میاد. بریتانیا چقدر این رابطه رو با ایران داشته، چه قبل از برجام چه بعد از برجام؟ ببینید بریتانیا، درست شما درست میگید، اونقدر چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی نزدیک با دولت ایران نبوده، ولی تا
تا الان که هنوز بریتانیا عضوی از اتحادیه اروپا است، این همصدایی رو نگه داشتن. من نمیدونم اگر سال آینده که بریتانیا خارج شده باشه از اتحادیه اروپا سیاست دیگری در قبال ایران در پیش بگیره، اون رو هیچ کس نمیدونه. ولی بحث کلی اروپا این استش که با آمریکا این استش که ایران در همسایگی اروپا است و ما نگران این هستیم که اگر ایران از این توافقنامه خارج بشه میتونه فعالیت هسته‌ایش رو اونطور که مایل هست ادامه بده و این برای ما اطمینان خاطر فراهم نمیکنه. شما اون سر اقیانوس هستید و حرفای میزنید که تاثیر مستقیمی بر شما نداره، ولی اینها مباحثی هستش که در پشت درهای بسته است و احتمالاً میگم اگر اینها بتواند، به خصوص این سه دولت آلمان، اروپا و فرانسه و بریتانیا، بتونند تا حدی نه خود آقای ترامپ رو بلکه اطرافیان و مشاورانش رو قانع کنند که تا حدی تعدیل کنند، ممکنه. ولی در غیر این صورت به نظر من تفوقی که دلار آمریکا بر سیاست اقتصادی دنیا داره مشکل میشه اون رو کمش کرد یا کاهشش داد. من یه مقدار میخوام این بحث رو ببرم سر اتفاقاتی که ظرف دو سه روز اخیر در نشست‌های مختلف در ناتو دیدیم، واکنش‌ها و صحبت‌هایی که شنیدیم. خانم میرزا، به نظر شما چقدر طبیعی و نرمال بود؟ چقدر این اجلاس ناتو به نظر شما استثنایی بود از نظر اتفاقاتی که درش افتاد؟ از خیلی جاها بی سابقه بود. یعنی ما میدونیم در پشت صحنه افراد همونطور که قبلا هم گفته شد حرفایی به هم میزنن که شاید موافق نه هم دیگه نباشه. آقای ترامپ حتی قبل از اینکه خانم مرکل رو ببینه وارد صحبتهایی شد که توهین به یک دولت عمده اروپایی بود. در کنار اون من فکر میکنم حتی بحثی که در رابطه با بریتانیا روز دوشنبه مطرح کرده بود بسیار برای خانم می سنگین بود، برای اینکه انگلیس و امریکا میگن ما روابط ویژه داریم، آقای ترامپ میگه دیدن پوتین برای من راحت تره تا سفرم به بریتانیا یا اتحادیه اروپا. در تاریخ ما همچی چیزی نداشتیم و مشکل اینجاست که ببینید اروپا از این جنگ تجاری ایالات متحده و چین هم نگرانه، علاوه بر جنگ تجاری با خودش، و این بیشتر زمینه در این داره که اقتصاد جهان همچنان متزلزله، یعنی تازه راه افتاده بعد از 2008. تخمینی که در اروپا داره زده میشه اینه که 1 تریلیون دلار بحران ایجاد خواهد کرد، کسری ایجاد خواهد کرد این دو تعریف با هم، حالا بقیه سیاست ها به کنار. در چنین موقعیتی آلمان به عنوان کشور اقتصادی عمده اروپا، فرانسه به عنوان کشور اقتصادی عمده، فقط نگران اقتصاد اتحادیه اروپا نیستن، نگران اقتصاد جهانی هن. اقتصاد الان اونچنان به هم پیوسته که آقای ترامپ اشتباه میکنه اگر فکر میکنه میتونه مرزی ببنده بین بحران اقتصادی در اروپا و چین و ایالات متحده پیشرفت کنه در این رابطه. اقتصاد 2008 از امریکا شروع شد و کل جهان رو گرفت. درسته. و خانم بازوبندی، یک مورد خاص که آقای ترامپ بهش اشاره کرد این خط لوله گاز هست که به طور مشخص گفت آلمان اسیر روسیه است به خاطر این. ممکنه یه مقدار شما برای ما باز بکنید که این خط لوله اصلا چی هست و آیا این حرفی که آقای ترامپ زده به لحاظ دیپلماتیک منطق داره، این که در واقع یک شرکت خصوصی که یک قراردادی بسته است رو بابتش به خانم مرکل در واقع انتقاد بکنه که چرا شما اجازه دادید این اتفاق بیفته؟ ببینید، این که خب به هر حال روسیه تولید کننده عمده انرژی اروپا است درش شکی نیست، با وجود اینکه کشورهای مثل ایران و قطر منابع نفتی زیادی دارن توی اون منطقه‌ای که به هر حال ایران درش واقع شده، ولی هیچ کدوم از این دو تا کشور به هیچ خط لوله مهمی که خط توزیع اون شریان اصلی انرژی به سمت اروپا که بزرگترین مصرف کننده گاز مثلا
مثلا دنیا هم هستش وجود نداره. پس بنابراین تمام راه‌ها به یه نوعی به مسکو ختم میشه در این زمینه و روسیه هم از این قضیه در مقاطع مختلف در تاریخ ازش سوء استفاده کرده، یعنی از انرژی به عنوان یک سلاحی برای رسیدن به اهداف خودش استفاده کرده، سلاح سیاسی. یه زمانی مثلا سر اینکه مالیاتهایی که از دولت‌های اروپایی می‌گرفته برای صادرات گاز از طریق مثلا خط لوله‌ای که از اوکراین می‌رفت به تفاهم نرسیدن، بعد مثلا گاز رو قطع کرد روی اوکراینیا وسط زمستون، یا مثلا از این اتفاقات افتاده. و خب به هر حال یه واقعیتی هم هست که اروپا ازش غافل نبوده، اما چاره‌ای هنوز براش پیدا نشده، یعنی هنوز هیچ جایگزینی برای این انرژی و این گازی که از روسیه وارد اروپا میشه پیدا نکرده. اروپا تلاش‌هایی هم کردن، انرژی سبز، انرژی بادی، حتی گاز شل، ولی خب به هر حال هنوز این نیاز و هنوز این شریان اصلی انرژی برای اروپا اهمیتش باقی مونده. و حرفای دوگانه‌ای که تقریبا آقای ترامپ در زمینه‌های مختلف می‌زنه، از یک طرف ایشون معتقده که روسیه همتای خوب و آسونیه برای مذاکره کردن، و از یه طرف دیگه انتقاد می‌کنه از اروپا برای وابستگیش به انرژی. واقعا اروپا انتخاب و گزینه دیگه در دستش وجود نداره، این نکته اول. نکته دوم اینه که مثلا در یه زمانی وقتی که گاز شیل تولیدش در آمریکا آغاز شد و موفقیت نسبتاً چشمگیری هم این تکنولوژی به ارمغان آورد، حتی صحبت‌هایی کرده که مثلا آمریکا هدف داره که خط لوله بزنه از اقیانوس اطلس بیاره گاز به اروپا وارد کنه که وابستگی اروپا رو از روسیه قطع کنه، یا حتی میخواد مثلا این جایگزین بشه به یک، به جای اینکه مصرف کننده انرژی و وارد کننده انرژی باشه، صادر کننده انرژی باشه و حالا بتونه از این قضیه به عنوان سلاح سیاسی همونجوری که خیلی از کشورهای دیگه از جمله روسیه استفاده کردن استفاده کنه. ولی واقعا اینا به نظر من فانتزی های بیش نیستن، تا به واقعیت رسیدن اینها خیلی فاصله هست و نقطه ضعف خیلی عجیبی هم برای اروپا به نظر نمیرسه این وابستگی اروپا از نظر انرژی به روسیه. آقای راتور، برای جمع‌بندی این بحث، این سفر آقای ترامپ یک سفر غیر رسمی هست، ممکن شما به من یه مقدار باز بکنید که این سفر در میان سفرهایی که معمول بوده رؤسای جمهوری آمریکا بیان به این کشور چه تفاوت‌هایی داشته تا به حال؟ ببینید، از روزی که دونالد ترامپ رئیس جمهور شد و خانم می اولین رهبر خارجی شد که رفت به او خوش آمد بگوید در کاخ سفید، این صحبت بوده است که ترامپ به بریتانیا کی خواهد آمد و به چه صورت. و وقتی که از میزان مخالفت مردم، افکار عمومی در این کشور نسبت به حرفهاش و سیاستهاش مطلع شد، به طور کلی خود واشنگتن یا شخص آقای ترامپ این رو به اطلاع لندن رسوندن که فعلا سفر رسمی در برنامه ایشون نیست. ولی به هر حال چون به عنوان یک سرمایه‌دار پرسابقه دارای چند باشگاه بازی چی هست؟ گلف. بله، بازی گلف در اسکاتلند هست، گفتن که این رو در هم ادغام میکنند. اول هم صحبت از این بود که ایشون به لندن بیاد یا نیاد و بعد ملکه بریتانیا رو ببینه یا نبینه. فرمولی رو که بهش رسیدن که ما شاهدش خواهیم بود این استش که ایشون امشب در کاخ یا منزل خانوادگی خانواده وینستون چرچیل یک ضیافت شامی خواهد بود که ترزا می نخست وزیر بریتانیا میزبانی خواهد کرد، و بعد فردا آقای ترامپ با ملکه بریتانیا یک چای و عصرانه صرف خواهد کرد و بعد هم رهسپار باشگاه گلفش در اسکاتلند خواهد شد. در نتیجه شما می‌بینید بخش این یه سفر نیمه رسمی است و اگر شاید گمان نمی‌کنم اتفاق بیفته، ولی اگر ملاقاتی هم با وزیر خارجه پیشین بریتانیا داشته باشه آقای بوریس جانسون، در قالب اون غیر رسمی بودن سفر خواهد بود. اگر این سفر رسمی می بود، به طور یقین سفیر بریتانیا در لندن به آقای ترامپ
توصیه در لندن. سفیر آمریکا در لندن توصیه میکرد که چنین ملاقاتی صورت نگیره. درسته. ممنونم از شما شهریار رادپور، خانم میزر و خانم بازوبندی، ممنونم که در این بحث شرکت کردید. اما بحث بعدی ما در مورد ترکیه است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با انتخاب مجدد به نظر میرسد از هر زمان دیگری به جایگاه خودش مطمئن تر باشد. برای همین درست در آستانه مراسم تحلیف 18,000 نفر دیگر از کارکنان دولت ترکیه از کار برکنار شدند. بلافاصله داماد آقای اردوغان به عنوان مهمترین سمت اقتصادی کشور انتخاب شد که منجر به اعتراض و تضعیف ارزش پول ملی ترکیه شد. امروز می‌پرسیم اردوغان می‌خواهد چه ترکیه‌ای بسازد؟ برای این بخش از برنامه دو مهمان دیگر داریم. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام از همین شهر مهمان ماست و کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای عطابکی، به نظر شما ترکیه در مرحله‌ای که الان به سر میبره چگونه است حالش؟ آیا فکر می‌کنید که مردم ترکیه از اتفاقاتی که می‌افته اکثریت راضی هستند؟ به هر حال آقای اردوغان 53% رأی آورد. خب تمام شواهد تاکی از اینه که حداقل یه گروه بسیار چشمگیری از مردم ترکیه هنوز دل بستن به رفتار آقای اردوغان، به قدر قدرتی ایشون و یک مرد قدرتمند رو در حاکمیت ترکیه ترجیح میدن تا یک دموکراسی پارلمانی و متکثر که احزاب سیاسی بتونن صداهای خودشون رو داشته باشن و از این دست. این به هر صورت پدیده تازه‌ای هم نیست در ترکیه. ترکیه یک تجربه بسیار چشمگیری رو داشته در داشتن مردان قدرت در عرصه سیاست، حالا نه به فرهمندی آقای اردوغان یا مصطفی کمال آتاتورک، ولی خب نگاه بکنیم در این تاریخ نزدیک به 100 سالی جمهوریت ترکیه مردان قدرت کم نبودن. اما این مردان قدرت همیشه هم ستارهشون در اوج نبوده، بعد از یه دوره رو به زوال هم رفته. من گمان میکنم که تمام این رفتاری که از آقای اردوغان میبینیم، اینکه انتخابات زودرس رو فرا خوندن و تن به ائتلافی دادن با حزب حرکت ملی و این رفتارهای بسیار بسیار پرخاشگونه‌ای که نشون دادن در کارزار انتخاباتیشون در قبال احزاب دیگه و تضییقات چشمگیری که لحاظ کردن در این کارزار و پیامدهای این کارزار، همه نشون دهنده از یک نوع بینیه که حزب عدالت توسعه، بخشای بزرگی از این حزب رو و خود شخص آقای اردوغان رو در بر گرفته. این که چگونه رفتاری داشته باشن که بتونن یک نوع تضمینی برای بقای حکومتی داشته باشن. من گمان نمی کنم که آقای اردوغان این روزها وقتی که سر به بالی میگذاره اطمینان خاطر بسیاری داشته باشه از استمرار حکومت خودش. واقعا چقدر لازم هست که این کارها رو انجام بده در شرایطی که میبینیم که آقای اردوغان دست کم 5 سال دیگر در این شرایطی که هست در رأس قدرت خواهد بود، سال 2023 باز هم میتونه نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشه. آقای متین، چرا با همه این تحولات و تغییراتی که آقای اردوغان در سیاست و شیوه اداره مملکت در ترکیه داده هنوز به جایگاه خودش مطمئن نیست اونطور که آقای عطابکی میگن؟ به نظر من دو دلیل داره. دلیلش یک دلیل واقعا عینی هست، اونم این است که قدرت آقای اردوغان و حزبش در این یک دو دهه اخیر تا حدود زیادی بستگی داشته به رشد تقریبا مداوم اقتصادی ترکیه در این دوره، که باعث شده که این دولت بتونه اقشاری که به طور سنتی از مواهب به اصطلاح تولید ثروت در ترکیه در گذشته برخوردار نبودن بهره مند بشن. اون اقشاری که اکثرا به عنوان قشر خود بورژوازی به اصطلاح سنتی یا محافظه‌کار مذهبی در ترکیه ازشون نام برده میشه و این تداوم رشد اقتصادی به هیچ عنوان آیندهش خیلی روشن نیست و مطمئن نیست. همین در آغاز بحث شما اشاره کردید که قیمت ببخشید گفتید که وزیر در واقع اقتصاد ترکیه خود داماد آقای اردوغان هست. چندین وزارتخونه دیگر رو هم آقای اردوغان به کسانی در واقع هول و هوش حلقه نزدیک به خودش داده، ولی از همه مهمتر این که وزیر اقتصاد رابطه نزدیک خویشاوندی با آقای اردوغان داره، ضمن این که
طبق مقررات جدید آقای اردوغان حق تعیین رئیس بانک مرکزی ترکیه رو داره و این در سیاست‌گذاری پولی ترکیه در واقع میتونه نقش داشته باشه. بلافاصله بعد از اعلام این اخبار بازارها در واقع قیمت لیر سقوط کرد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازارها در واقع به این نوع دخالت دولت در عرصه سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و پولی هیچ وقت جواب مثبتی نمیدن. در نتیجه اگر این رشد اقتصادی دچار وقفه بشه یا حتی پسرفت داشته باشه، در نتیجه اون محبوبیت عمومی که لحاظ اون تقسیم ثروتی که عرض کردم آقای اردوغان و حزبش کسب کردن ممکنه دچار خدشه جدی بشه. رابطه ترکیه با اروپا و امریکا هم در این حداقل 5 6 سال اخیر در دوران جنگ داخلی سوریه از مراحل خیلی به اصطلاح بی سابقه ای گذشته و اون همبستگی یا پشتیبانی بین المللی دولت‌های غربی هم که قبلا همیشه ترکیه ازش مطمئن بود اون هم چندان خیلی روشن نیست در وضعیت فعلی. ضمن اینکه خود اردوغان هم از دخالت‌های خارجی همیشه شکوه کرده، حالا به درست یا به غلط فکر می‌کنه که به خصوص دولت امریکا در کودتای 2015 نقش داشته و اونها کماکان با این دولت به اصطلاح مخالف هستند. اشاره جالبی کردن آقای متین، آقای اتابکی، به این بحث نزدیکی پیشین دولت آقای اردوغان یا دولت ترکیه به اروپا و تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا که میدونیم از یک زمانی به بعد دیگه تقریبا متوقف شد، اما به نظر میاد که از سوی دیگه داره سعی میکنه دولت ترکیه بره به سمت روسیه. ظرف ماها و یک سال اخیر به خصوص میبینیم که نشست‌های متعدد برگزار شده. فکر می‌کنید چقدر این شدنی هست؟ ترکیه که ما می‌شناسیم چقدر می‌تونه نزدیک بشه به روسیه پوتین؟ ساده نیست، به خاطر اینکه در طول این 100 سال جمهوریت ترکیه بند ناف ترکیه به غرب در حقیقت گره خورده و تمام شریان‌های حیاتی نظامی و اقتصادی ترکیه با غرب متعین شده. اینکه آقای اردوغان فعلا این کارزاری را انداخته با طرحی یک دکترینی به نام اوراسیا یا یوراسیا که در حقیقت ترکیه رو کنه به شرق با چین با روسیه بلوک قدرتی تعیین کنه، عضو پیمان شانگهای بشه و از این دست و رویگردان از ناتو اتحادیه اروپا از این دست، این در حقیقت پیامدهای بسیار ناگواری میتونه برای ترکیه داشته باشه. ترکیه در حال حاضر سهم بسیار چشمگیری از اقتصادش با اتحادیه اروپاست و پیوندهای فرهنگی هم به کنار، وقتی هم که میرسیم در حوزه نظامی میبینیم که همچنان به عنوان یکی از کشورهای مطرح ناتو در نقش داره اونجا و ناتو اجازه نمیده به سادگی ترکیه از این حوزه کنار بره. اما ترکیه میخواد با کارت خودش در غرب بازی کنه و از غرب میخواد که ترکیه رو جدی بگیرن. ترکیه فکر میکنه، حالا یا به درستی یا به غلط، که بعد از پایان جنگ سرد جایگاه ترکیه از دست رفته و ترکیه اون اعتبار دیگه‌ای که اعتباری که پیشتر در زمان جنگ سرد داشت دیگه نداره و همین خاطر تلاش میکنه با بازی که اینجا و اونجا با روسیه با چین و گاهی رویگردانی از اتحادیه اروپا در برابر اتحادیه اروپا بیسته، میخواد به غرب نوعی به که ما رو جدی بگیرید، ما یک قدرت مطرح هستیم در همسایگی شما. و به نظر شما آقای متین چقدر این رول ترکیه در قبال ایران رو جدی میکنه وقتی که به هر حال میبینیم که یک مثلثی هست، ترکیه در میانه اون قرار داره، به نظر میاد که اروپا در یک سمتش هست، ایران در یک سمتش هست و بحث تحریم های دوباره و میدونیم که در دوره پیشین ترکیه نقش اساسی در دور زدن تحریم ها برای ایران ایفا کرده، هنوز بسیاری بابت اون پرونده ها در حال محاکمه هستن. بله، ببینید رابطه ترکیه با ایران فکر میکنم متأثر از یک سری پویایی های در واقع متضادی هست. مثلا در رابطه با سوریه ترکیه در این اواخر با امریکا به نوعی توافق ضمنی رسیدن و در حداقل مورد سوریه به نظر میرسه ترکیه بیشتر و بیشتر به سوی امریکا میره که این خب با رابطه ایران با ترکیه و در واقع همگرایی قبلیشون در سوریه متفاوت است. در رابطه با مثلا تحریم ها، ولی این تحریم ها روی اقتصاد ترکیه اثر منفی خواهند گذاشت. در نتیجه از این لحاظ خب ترکیه خودش رو بیشتر در
نزدیک ایران میبینه. در رابطه با روسیه هم به همین ترتیب، مثلا روسیه همزمان که با ایران در نوع اتحاد به سر میبره، ولی گزارشات زیادی هست که در پشت صحنه روسیه با امریکا به خصوص به نوعی توافق دست پیدا کردن که در قبال مثلا رفع تحریم های روسیه در رابطه با اوکراین و کریمه، روسیه ایران رو از سوریه در واقع بیرون برانه با اصطلاح همکاری دولت سوریه و در توافق زمینی با اسرائیل. در نتیجه خب این روند طبیعتاً ایران رو از ترکیه دور خواهد کرد. ولی من فکر میکنم که رابطه ترکیه با ایران هم همون پیروی خواهد کرد از نوعی منطق در واقع فرصت طلبانه ای که ترکیه در رابطه با غرب اروپا داره. به این معنا که در رابطه با اروپا مثلا از حراس دولت‌های اروپایی از هجوم پناهندگان دولت ترکیه خیلی به خوبی استفاده کرد در چند سال اخیر، حتی در انتخابات داخلی این کشورها نقش ایفا کرد دولت ترکیه با ابراز اینکه میتونه دروازه پناهندگان رو باز بکنه به سوی این کشورها و دست در واقع احزاب دست راستی رو در سیاست ورزی داخل اروپا تقویت کرد. در رابطه با امریکا هم از در واقع اختلافات بین روسیه و امریکا و نقش ترکیه در ناتو دولت ترکیه استفاده کرده و تونسته در واقع با امتیازدهی در اینجا و اونجا به دو طرف در واقع نوعی سیاست عدم تعهد رو که با عضویتش در ناتو خیلی در تضاد هست پیش ببره. در رابطه با ایران هم به نظر من به همین ترتیب، هر وقت منافعشون اختزا بکنه ممکنه که برخلاف همکاریاشون با ایران عمل بکنن در منطقه. در مورد همکاری های نزدیکتر با آمریکا یک اشاره کردید، جالب هست چون این ربط پیدا میکنه به قضیه کردها. میدونیم که کردها شریک نزدیک آمریکا بودن در شمال سوریه و به نظر میاد که در این میانه گفتگوهایی بر سر موقعیت اونها صورت گرفته. آقای متین چطور میبینید موقعیت کردها رو در آینده‌ای که آقای اردوغان داره ترسیم میکنه برای ترکیه؟ بله، در داخل ترکیه منظورم هست، نه در سوریه. بله، در این چند سال اخیر به خصوص دو اهرم جدی و مهم داشته دولت آقای اردوغان برای ادامه در واقع پیروزی‌های انتخاباتی. یکیش مسئله در واقع کردها بوده که با اتحادش با حزب حرکت ملی که آقای اتابکی هم اشاره کردن کاملا مشهود بوده. دیگریش همین مسئله در واقع یک نوع نزاع ایدئولوژیک با غرب که احساسات ناسیونالیستی مردم رو حول اون جمع کردن و به اضافه مسائل اقتصادی که بهش اشاره شد. در رابطه با ترکیه من فکر میکنم که در واقع به اصطلاح مواضع ترکیه و امریکا حداقل در رابطه با غرب رود فرات به هم نزدیک شده و این باعث شده که مقامات کرد سوریه ظاهراً به یک سری مذاکراتی با میانجیگری روسیه و دولت سوریه دست بزنن که بر طبق اون یک سری از در واقع مطالبات اونها از دولت مرکزی پذیرفته میشه، من جمله مثلا به رسمیت شناخته شدن زبان کردی، نوعی تمرکز زدایی از دولت، خودگردانی در این مناطق. ولی در قبال اون در واقع مسئله بین کردها و دولت سوریه به نوعی حل بشه که مداخلات خارجی و از نظر دولت سوریه کمتر و کمتر بکنه. اگر به نظر من هر چقدر رابطه ترکیه و امریکا در رابطه با سوریه به طور کلی و در مورد کردستان به طور مشخص نزدیکتر و نزدیکتر بشه، کردهای سوریه ناچار هستن که به طرف دولت در واقع نوعی سازش با دولت مرکزی سوریه هل داده میشن. ولی در مجموع در داخل ترکیه به نظر من با توجه به اینکه دولت آقای اردوغان در پارلمان اکثریت قاطع نداره و متکی به حمایت نمایندگان حزب حرکت ملی هست، اونها هم به شدت ناسیونالیست هستن و مخالف مسئله در واقع شناخته شدن حق و حقوق مردم کرد ترکیه، رابطه بین کردها و دولت آقای اردوغان در 5 سال آینده به نظر من چندان بهتر از وضعیتی که بوده نخواهد شد. آقای اتابکی، مسئله دیگه که به نظر جالب میرسه این هست که همواره بعد از انتخاب، بعد از در واقع شکوفا شدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه و تحولات اقتصادی بزرگی که ایجاد شد در ترکیه، خیلی فکر میکردن این یک الگوی مناسبی است برای بسیار از کشورهای منطقه. با سمت و سویی که الان داریم میبینیم که ترکیه میره به سمتش، بیشتر داره شبیه کشورهای قفقاز میشه از این نظر تا کشوری که یک کشور دموکراتیک بوده و رسم و راه دموکراتیک رو پیش میبرده، فکر میکنید تأثیرش روی سایر کشورهای منطقه چه خواهد بود؟ کشورهایی که به ترکیه به عنوان یک نماد پیشرفت نگاه میکردن.
رفتار آقای اردوغان و نه حزب عدالت توسعه، من یه تفاوتی بذارم بین آقای اردوغان و حزب عدالت توسعه. حزب عدالت توسعه حزب همگنی نیست و گرایش های مختلف تو این حزب هستن و ما آنچه که در حال حاضر در ترکیه میبینیم حاکمیت آقای اردوغان بیشتر تا اینکه حزب عدالت و توسعه باشه. یعنی اگر فردا به دلایلی آقای اردوغان از صحنه سیاست ترکیه کنار برن، حزب عدالت و توسعه در مقامی نیست که بتونه به عنوان یک حزب مطرح سیاسی در عرصه سیاست فرضی ترکیه باقی بمونه. بنابراین بذارید توجه کنیم به آقای اردوغان. آقای اردوغان در حقیقت رفتارش مصداق اون بت‌پرستیه که میگه تراشیدیم، پرستیدیم و شکستیم. یعنی بله، تو آقای اردوغان وقتی که به قدرت رسیدن از یک دانشجوی عضو اتحادیه ملی دانشجویان ترکیه در دهه 60 که تو خیابون ها می آمدن با نام مبارزه با کمونیسم، مبارزه با نمیدونم سکولاریسم و از این داستان ها، راه بلندی رو طی کردن تا اینکه خودشون رو به مقام ریاست جمهوری رسوندن و در حال حاضر تلاش کردن که در این فرایندی که عرض کردم خدمتون، تلاش کردن که با کسب حمایت اتحادیه اروپا نقشی داشته باشند در غیر نظامی کردن جامعه ترکیه و ارتش ترکیه رو به پشت دیوار پادگان‌های نظامی بفرستن و این در حقیقت آنچه بود که در بسیاری از کشورهای از همسایه مردم در پیش بودن که از نقش تعیین کننده ارتش به نوعی کاسته بشه. اما رفته رفته آقای اردوغان وقتی که در حقیقت رقبای سیاسی خودش رو از صحنه دور کرد، حتی در حزب عدالت و توسعه، اون وقت دیگه در حقیقت به عنوان یک شخصیت یک کتاز میدان تلاش کرد که تمام اون وعد و وعیدهایی رو که داده بود، اینکه پایبند باشه به ارکان جمهوریت سکولار ترکیه و یا اینکه از نقش دولت در حیات اقتصادی کشور کاسته بشه و از این دست کم کنه و بیشتر رو کنه به یک نوع ایجاد و بست ارزش‌های اسلامی در این کشور و کم کردن در حقیقت نقش گروه‌های دیگراندیش در ترکیه. این آنچه نبود که مردم خاورمیانه کشورهای همسایه می‌خواستند. به همین خاطر می‌بینیم که ستاره بخت آقای اردوغان، شخص آقای اردوغان نزد بسیاری از مردمان کشورهای همسایه رو به افول کرد. آقای عطابکی، برای من جالب هست که شما تمایز قائل میشید بین آقای اردوغان و عدالت و توسعه. این تمایزی هست که بسیاری دیگر هم قائل هستن، اما واقعا چقدر صداهای مخالف الان شنیده میشه، چه در داخل حزب عدالت و توسعه چه در خارج اون، با توجه به شرایطی که الان میبینیم عده قابل توجهی زندانی هستن، هنوز 50,000 نفر در حال محاکمه هستن در ترکیه. دقیقاً، یعنی ترکیه در حال حاضر چند پاره شده. اگر به این دستگیری ها نگاه بکنیم، تقریباً بیش و کم 1,000,000 نفر به تبع از پی این کودتای نافرجام و کارزاری رو که به راه افتاده بیکار شدن، خانه نشین شدن و لطمه خوردن از این تحولات. ترکیه در حال حاضر دوران بسیار بحرانی رو طی میکنه، یعنی نباید دلخوش باشیم به این انتخابات اخیر و این قدر قدرتی که آقای اردوغان در این انتخابات نشون داد. ترکیه شکننده تر از اون چیزی است که پیش از انتخابات بود به داوری من، و حزب عدالت و توسعه ما دیدیم که در تمام این دوره چهره‌های بسیار بسیار کلیدی که نقش آفرین بودن در این حزب به کناری گذاشته باشن. به چاوشاغلو نگاه کنیم، به عبدالله گل نگاه کنیم و دیگران، یاران در حقیقت غار آقای اردوغان نگاه بکنیم، اینها همه به کناری رفتن. اینا چه شدن؟ سرنوشت اینا چی بود؟ اینا کجا ایستادن در حزب عدالت و توسعه؟ در حقیقت جایگاهشون این چیزاست که ما نمیدونیم. اما میدونیم که این حزب عدالت اون حزب عدالتی نیست که سال 2002 به قدرت رسید و تونست بدون حمایت احزاب دیگه سیاسی اکثریت رو در پارلمان ترکیه به دست بیاره. ترکیه در حقیقت نقش حزب عدالت کاسته داره میشه در حیات سیاسی ترکیه و این نقش آقای اردوغان که در حال حاضر بسیار برجسته است. اشاره جالبی کردن آقای عطابکی به کم شدن نقش سایرین و
گل کردن آقای اردوغان بیشتر و بیشتر. آقای متین، سوال سختی هست ولی من میخوام از شما بپرسم که به نظر شما این ستاره بخت آقای اردوغان تا کجا میتونه بدرخشه با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی که ما در ترکیه میشناسیم؟ به نظر من با توجه به ماهیت اقتصاد ترکیه که برخلاف مثلا ایران اقتصادی متکی به نفت نیست، در نتیجه امکان در واقع اون سوخت و سازهای سیاسی که یک دولت راندخار نفتی مانند دولت ایران میتونه داشته باشه در ترکیه موجود نیست. در نتیجه تا زمانی که رشد اقتصادی ترکیه در حد قابل قبولی برای در واقع اون پایه‌های اجتماعی آقای اردوغان ادامه پیدا بکنه، اختلافات داخلی یا صداهای مخالف داخلی هم در واقع نمیتونن پژواک آنچنانی در ترکیه داشته باشن. ولی به محض اینکه این رشد اقتصادی که در میان به اصطلاح کشورهای گروه 20 در چند سال اخیر واقعا بی سابقه بوده ادامه پیدا بکنه، که البته من همچنان که گفتم افقش کم تیروتار هست با توجه به تحولاتی که رخ داده، اون موقع است که به نظر من هم اطرافیان آقای اردوغان ازش ممکنه جدا بشن و هم اون حمایتی که بالاخره بر سر اون آقای اردوغان سوار بوده به لحاظ اجتماعی کمتر خواهد شد و مجموعاً به نظر من وضعیت فعلی داره به اون طرف پیش میره. و آقای اتابکی، نظر شما در این باره چیه؟ من فکر میکنم که همونطور که در ادامه صحبتام پیشترم اشاره کردم، فکر میکنم که ما این بحران اقتصادی که در پیش داریم رپرپش رو در حال حاضر داریم میبینیم در ترکیه. تورم بسیار چشمگیره، نرخ بیکاری بالا رفته، ارزش پول ترکیه داره پایین میاد. اون بورژوازی یا سرمایه‌داری سنتی نوپایی که از آنادولو برخواسته و حامی اردوغان بوده رفته رفته به ناامیدی اونو میکشه و ما با یک طبقه متوسط فقیر شو در ترکیه روبرو خواهیم شد و این نرخ در حقیقت فقیر شدگی این طبقه متوسط که نشانه هاش اینجا و اونجا میتونیم میتونه چالش بزرگی برای آقای اردوغان باشه و کارنامه آقای اردوغان رو به پایان برسونه. متشکرم از هر دوی شما آقایون، آقای اتابکی و آقای متین. این بود صفحه دوی آخر این هفته، این برنامه و برنامه‌های گذشته صفحه دو در وبسایت ما bbcpersian.com در دسترس شماست. همینطور میتونید برنامه رو در صفحه فیسبوک ما هم ببینید، facebook.com/bbcpage2. نشانه توییتری ما هست @bbcpage2 که اونجا هم لینک پادکست هم لینک برنامه روی یوتیوب قرار میگیره. میتونید از اونجا هم نظراتتون رو در مورد این برنامه برای ما بفرستید. همینطور اگر علاقمند به شرکت در این برنامه هستید یا سوژه‌ای دارید که فکر میکنید برای این برنامه مناسب هست، اون رو هم با ما از طرق مختلف میتونید در میون بگذارید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روزتون خوش.